ظاهر هویدا، هنرمند پر آوازه افغانستان، در نهم حوت 1323 خورشیدی مطابق با 28 فوریه 1945 میلادی در دایکندی افغانستان زاده شد. دوران کودکی و نوجوانی را با فقر سپری کرد، اما هیچگاه همت والای خود را از دست نداد. هنوز 7 سال داشت که وارد صنف اول در لیسه سلطان غیاث‌الدین شهر مزار شریف شد. در همان ایام پدرش به سبب بیماری در شهر مزار شریف درگذشت. مرگ پدر آغاز روزهای سخت و دشوار زندگیش بود. پس از آن چندی در خانه کاکای پدر گذران، اما به زودی ناگزیر شد که بخت خود را در جای دیگری بیازماید. از این روی عزم سفر به سوی کابل کرد. گفته می شود مادرش که در مزار شریف احساس غربت می کرد، چاره جز کوچیدن از آن شهر نیافت و به همراه 3 پسر یتیم خویش راه کابل را در پیش گرفت. مادر او در کابل به خیاطی پرداخت و برای فرزندانش نان کمایی می کرد. ظاهر هویدا در باره زندگی نامش در یادداشت‌های خود زیر عنوان خاطره‌ها چنین می نویسد: امروز صبح خبرنگار مجله ژوندون رو دیدم. او از من خواسته است بخشی از زندگی نامم را قصه کنم. نمیدانم از کجا آغاز کنم. از پدرم که شاعر منش و محقق و آوازخوان میان خانه بود و روز در میان قرض‌های ادا ناشده‌اش جان سپرد، یا از مادرم که زن بیچاره و تیره بختی بود، از خانواده‌ای در بدرم که در دامان دایزنگی هزارجات در وضع ناگوار و غیر قابل تحمل اقتصادی زندگی می کرد، یا از خودم، از روزهایی که رادیو نداشتیم و به خاطر شنیدن آهنگها شبانه روی بام می خوابیدیم، آن هم از فاصله زیاد، درست فهمیده نمی شد و من که ناراحت بودم ناراحت تر می شدم، یا از روزهایی که به خاطر شنیدن موسیقی از لود اسپیکر عمومی جاده میوند مانند درخت در کنار درخت‌ها می‌ایستادم، اما نداشتن جاکت و لباس زمستانی اجازه بیشتر از نیم ساعت ایستادن نمی‌داد و به این ترتیب غمگینانه راهی دمزنگ می‌شدم. 9 سال داشتم که خانواده ما از هزارجات به کابل آمد. به مکتب استقلال شامل شدم. دشواری‌های اقتصادی و فشار زیاد کارهای روزانه وادارم ساخت مکتب را ناتمام رها کنم. خوب بیاد دارم که در آغاز کس برادرم و مرا به کار نمیپذیرفت، زیرا هم خرد بودیم و هم ناآشنا با گرم و سرد بازار. یک روز بچه همسایه به من مژده داد که موچی سر کوچی اول دهمزنگ شاگرد به کار دارد. رفتم و نخستین بار شاگرد بوددوش شدم. راست بگویم همه دوران کودکی و نوجوانیم را کوچه به کوچه و دکان به دکان یا شاگرد بودم یا همانندیان. 3 سال شاگرد خیاط، 1.5 سال شاگرد حکیمجی یا طبیب یونانی، 2 سال تکت فروش و 4 سال دربان سینما و بقیه هم گاهی شاگرد مستری و گاهی هم شاگرد آهنگر. و خدا تمام زندگیم را برای به دست آوردن یک لقمه نان جان کنده. با گفته یه صبور سیاسنگ، ظاهر هویدا چند به کتاب رو آورد، میخوان، مینوشت، حاشیه برمیداشت و کم کم شعر میسرود، ولی آشتی ناپذیری های روانیش نگذاشت که این دوران به درازا بکشد. در جای از خاطره ها ظاهر هویدا نوشته است: در مورد هیچ چیز به اندازه شعر حساس نیستم. از همین رو زمانی به این نتیجه رسیدم که دیگر نباید سروده های خود را بخوانم. برای اینکه شعر واقعا به شعر بماند، باید نمای کامل و شفافی باشد، از حقیقت برهنه زندگی، یعنی هم نشان دهنده باشد و هم گاهی آگاهی دهنده. درست
مانند خود زندگی. هویدا با عزیز آشنا در سال 1963 ارکستر آماتورها را ساخت. او با آنکه بسیار خوب آغاز کرده بود نتوانست خوب دنبال کند. گوی تازیانه سرنوشت او را میتازاند. نام برده این پیشه را نیز رها کرد و به گردآوری دوستان از گونه دیگر پرداخت. این بار تا توانست با نقش آفرینان، کمدین ها، نویسندگان، سرود پردازان و هنرمندان گستره رسم و خط نزدیکی گرفت و خواست کانون هنر را گرم نگه دارد. دلتنگی ها او را از پیش رفتن در این راستا نیز باز داشت و در قوطی عطار و نمایش رادیویی زمین گیرش ساخت. وی به طنز و فکاهی روی آورد. روزگار طنز پردازی هویدا به هر حال اندک دامانه دارتر بود. آیا او در این شیوه بهتر می توانست اندوهش را آب کند و از زندگی انتقام بکشد؟ هویدا می گفت از لحاظ روانی و عاطفی تحمل پذیر هستم. زیاد زیر تأثیری ناداشته ها نمی روم. مادرم به هر کس می گوید که ظاهر آفتابه خرج لحیم است. تا قرض از گلویش بالا نرود کنسرت نمی دهد. اما من گمان می کنم که در آشفته بازار کنونی هنر که سره و ناسره را جدا کردن تا سرحد ناممکن دشوار شده باید هنرمند بود نه کاسب. در گوشه یکی از برگهای خاطره های زایر هویدا آمده است که می توانم ادعا کنم که زندگی کردن با حداقل شرایط لازم در کشور خودم را و برخوردار بودن از حد اکثر در کشور بیگانه ترجیح دادم و ترجیح می دهم. ظاهر هویدا پس از بیدار پلیس سالاری رژیم داس چکوشی دیگر در دفتر خاطره هایش چیزی ننوشت و اگر نوشته آن را پاره پاره کرده است. هویدا پس از سالهای 1978 روز تا روز رنجورتر و خشمگینتر می شد. کم سخن می زد و کمتر می خندید. هنگامی که در بیداد رژیم کودتا آهنگ پر آوازه و رازوارانه از اینجا تا شمالی کار دارم را خواند، دروازه های رادیو تلویزیون حکومت کابل آهسته آهسته برویش بسته شدن و زندگی این هنرمند آزاده بار دیگر به سرگردانی های آوارگی های نخستین یعنی خم پیچ کوچه ها و دکان ها کشید. و اندکی بیشتر از یک سال در دکان نه چندان پر رونق به نام خوراک فروشی شور و شیرین به کار پرداخت و پس از ورشکست شدن در برابر فروشگاه های رنگین تر به تکسیرانی رو آورد. گویی به این گونه میخواست سرگردانی هایش را شتابانده تر بپیماید. در فرجام مانند این که خستگی درمان ناپذیری در او لانه کرده باشد برگشت خودش را در زندان تنهایی چهار دیوار خانه افکن و خاموشی گرفت. هویدا 11 سال پیهم با آشفتگی ها و طوفان های درونی خیش درآویخت و با خود جنگید تا پیوندهایش با یار و دیار نگسلد. ولی در پایان یک ستیز فرساینده با خیشتن در سپیددم کبود و دلگیر 22 دلو 1367 11 فوریه 1988 که سرمای چله بیداد می کرد بیراهه بیرون رفت از بنبست بی کسی و از خود بیگانگی را یافت و پیش از آن که در راه بی برگشت گام گذارد با دستهای استخوانیش زنجیر دروازه را با صمیمیت خداحافظی فشرد. با نگاه بسیار تلخ از پنجره های خانه روی برتافت و آهنگ شهری دیگر کرد. هنگامی که ظاهر هویدا از افغانستان می رفت کس پیدا نشد از پیشش آب بیفشاند و پیداست همان گونه که پس از رفتنش کسی نگفت جایش سبز، شاید با رسیدنش در سرزمین دیگران هرگز کسی برویش نخندیده باشد و برایش نگفته باشد خوش آمدی. ظاهر هویدا پس از آن که در سال 1989 از کشور آواره شد مدت 2 سال در هندوستان به سر برد و سپس در سال 1991 به کشور آلمان پناهنده شد و در شهر هامبورگ اقامت گزید. آرش هویدا و مسیح هویدا از فرزندان نام آشنای او برای موسیقی افغانستان
همچنان افتخار می آفریند. ظاهر ویدا در آخر عمرش از بیماری مهلک رنج می برد و سرانجام صبح روز دوشنبه 15 اهود 1390 مطابق با 5 مارچ 2012 در خانه اش در شهر آمبورگ درگذشت. Thank you.